آقای گرمتاش خیلی ممنون، خوش آمدید در یک روز پرخبر سیاسی. ابتدا می‌خواستم این رو از شما بپرسم، چون موضوع برنامه هم هست، این تصویرام که پشت سر ما دیده میشه موضوع جنگی است که به هر گفته میشه رهبر جمهوری اسلامی بانیش بوده در واقع و ایران رو به این نقطه رسونده. وقتی بر بگردیم یک نگاه تاریخی بکنیم، اون صحبتایی که خمینی میکرد که جنگ برکت اون اتفاقاتی که 8 سال جنگ ایران و عراق کشور رو به مرتبه نابودی در واقع کشونده بود، چطور میتونیم اون صحبت ها رو با اون چه که الان داره رخ میده در واقع تطبیق بدیم، مقایسه بکنیم؟ بله، به هر حال یک زمان تاریخی بودش که خمینی به این نتیجه رسید که میتونه از جنگ در رابطه با مسائل داخلی استفاده کنه و بعد از یه مدتی این تبدیل به دکترین شد. دکترین جنگ برکت است از اینجا میاد که در طول 7000 سالی که بشر بوده فقط 200 سالش جنگ نبوده و بقیه‌اش همیشه جنگ بوده، جنگ‌های بزرگ بوده و این جنگ‌ها اساساً برای یک موضوع بوده، اونم برای یا تجاوز به سرزمین کشوری یا برای دفاع سرزمین. جنگ برکت است برای آقای خمینی هم همین معنی رو پیدا کرد که با ایجاد سپاه قدس شروع به تجاوز به کشور دیگه بکنه، تجاوز به اسرائیل، یعنی اعلام بکنه از اسم سپاه قدس هم معلومه من قصد دارم که یک کشور دیگر رو بیام و یک قسمتش رو اشغال بکنم و اساساً شاید بیشتر نابودش بکنم. تا حالا این جنگ برکت رو از طریق نیروهای نیابتی پیش می‌برده حالا و آثار رو علائم می‌شم که روشنه، یعنی لبنان رو نابود کرده، سوریه رو نابود کرده، عراق رو نابود کرده، فلسطین رو نابود کرده، روسیه رو نابود کرده، ولی همیشه کوشش این بوده که اینو با فاصله نگه‌داره از خود ایران، اسمش هم گشته بوده عمق استراتژیک. اتفاقی که افتاده دو تا نقطه عطف بود. یکی 7 اکتبر بود که اینها یک نیروی نیابتی رو وادار کردن امنیت ملی اسرائیل رو کاملا به زیر پرسش ببره. دومین کاری که هم کردن که از اون بسیار بدتره این عملیات وعده صادق 2 بود که با 200 موشک بالیستیک به تمام نقاط اسرائیل حمله کردن. این نکته خیلی مهمه که حمله 200 موشک بالیستیک چیزی جز هولوکاست دوم نبود اگر این گنبد آهنین وجود نداشت. حالا در مقابل این تجاوز آشکار اسرائیل هم همینجور که در برنامه گفته شده برای حفظ امنیت خودش داره میاد عکس العمل نشون خواهد. عکس العمل اسرائیل هم میدونیم هم میاد. حالا به همین دلیل در این شرایط نه به جنگ گفتن به اون معنی که جنگ بین ایران و اسرائیل اصلا معنی نداره و اون چیزی که موجوده این نه به تجاوز خامنه‌ای به اسرائیل و پایان دادن به ولایت فقیه، دقیقاً اون نهادی که سرزمین نداره خودش هم گفته. و الان یه نکته دیگه هم اضافه شده که این رو دکتر حاتم قادری مطرح کردن در یکی از مصاحباتشون، این که آوردن امر ظهور در استراتژی سیاسی، یعنی این که مهم نیست ما ببریم، ببازیم، کشته بشیم، تجزیه بشیم، اینها برای ما اهمیت نداره. اهمیت اساسی اینه که همه اینها در خدمت ظهوره و آقای خامنه‌ای خودشو در این لباس، در این عبا میبینه که میخواد این نقش تاریخیشو که نابودی یهود و اسرائیلی رو عملی بکنه. آقای دکتر، صحبت کردیم که این استراتژی جنگی نیابتی که خیلی هم توجیه می‌کرده، می‌دونید در این سالا که این کم هزینه است برای جمهوری اسلامی و برای همین هم خیلی در واقع براش دردسرزان نبوده، ولی الان تو که اشاره کردی به نظر میاد که اون پروژه عملا شکست خورده. یعنی اینکه شما وقتی کشور مستقیم وارد جنگ شده با اسرائیل، حالا سپاه به طور مشخص اشاره کردیم به موشکش شلیک کرده، ولی اون ضربه‌ای که الان وارد شده، یعنی ما بعد از اون از بین رفتن تقریبا تمامی رهبران
درجه 1-2 و حتی درجه 3 حزب الله که به همین باعث شده که حزب الله چنین زمینگیر شده. الان با این خبری که اشاره کردیم که بعضی از مقامات اسرائیلی تایید کردن که یحیی سنوار هم کشته شده، فکر میکنید چه تبعاتی خواهد داشت این حذف در واقع این چهره شاخص و چقدر این شکست این پروژه نیابتی های جمهوری اسلامی ایران رو در خطر جدی؟ چون به هر شکلی این پروژه این بود که حداقل توجهش این بود که اینا مثلا ما جنگو ببریم بیرون از مرزهای ایران. بله، ببینید یه نکته خیلی مهم هست، اونم اینه که اصلا این جنگ اونجور که ما فکر میکنیم محور مقاومت کم هزینه نبوده. 4500 تا از نیروهای سپاه قدس کشته شدن تا کن، سرانشون رفتن، یعنی یه نیروهای زبده نظامی که بعد در خدمت منافع ملی و امنیت ملی ایران باشم به خاطر یک پروژه بی انتها و بدون نتیجه که امروز در روی چشممونه، اینها از بین رفتن به خاطر همون امر ظهور و امر اون ولایت بی سرزمین که برای خودش یه راهی گذاشته. و شبکه‌ای که خامنه‌ای داره، یعنی من الان یه سری صحبت‌ها رو نباید موقعش باید گفته بشه، ولی وضعیتی که الان سپاه قدس داره و اون بخشی که الانم پرسش اینه که چرا فلان رهبر سپاه قدس میره همکاری میکنه با خارجی‌ها، اینها این دقیقاً اون نیروی میدانیه که به چشم داره میبینه که جوانای ایرانی دارن کشته میشن، آدم‌هایی مثل خیلی شخصیت‌های به هر حال مهمی در سوریه، لبنان و در عراق هستن که از بین رفتن. و این نکاتی که پرسش اساسی رو این میکنه که اگر قرار بشه که همبستگی ملی به وجود بیاد، بعد در مقابل یک جریان ضد ایرانی مثل خامنه‌ای و ولایت فقیه باشه و حول شعار نه به جنگ خامنه‌ای با ایران، خامنه‌ای ایران رو کشیده. من همیشه یاد آلمانی ها میفتم در زمان هیتلر که چطور یک آلمانی وطن پرست در مقابل یک رهبری که از مشکلات روانی عجیبی داشت، که منم فکر کنم آقای خامنه‌ای هم با این داستان ظهورش داره، یک کشوری رو به ورطه سقوط میکشونه. ولی اینو یادمون نره، با وجود اینکه نیروهای نظامی در آلمان ده ها بار هشدار داده بودن که عاقبت این داستان نابودی آلمانه، کمجور هم شد و تجزیه شد، هیتلر تا آخرین لحظه، حتی زمانی که برلن هم محاصره شده بود، حاضر نبود اینو قبول بکنه. در به اصطلاح روحیه ولایت فقیه نیست که دی ان ای ضد ایرانیش رو بذاری کنار و فقط یک سری عقب نشینی های خوب تاکتیکی که میبینیم میکنه. این موضوع عراق چین هم که داره رفته به منطقه سفر کرده، یادمون نره یه زمانی بود که دولت با ولایت فرق داشته، ولی ما الان بی دولت هستیم و آقای پزشکیان به عنوان رئیس شورای امنیت ملی بوده که این وعده صادق دو رو امضا کرده و دستور داده و دقیقاً ایران رو وارد آقای عراقچی بیشتر به عنوان به نظر میاد وزیر دفاع سفر کرده تا وزیر خارجه. بله، به قول شما. یعنی بعدم یه حرفایی گفته میشه که خانه‌ها همه میدونن بی خودی خب پای و اساسی نداره و این هشداریه به مردم ایران و بدونن. ببینید، جنگ هیچ وقت فرصت نبوده، جنگ عامل تجزیه بوده و باید اون همبستگی ملی رو دامن زد که این خامنه‌ای به عنوان عامل و اساسی این سیاست کنار گذاشته بشه، از بین برده بشه، هر جوری که خودشون میدونن. این نیروهای داخل کشور این وظیفه رو دارن و ما هم در خارج کشور در همبستگی با مردم ایران دقیقاً این نکته رو هر دفعه باید تأیید بکنیم که تا ولایت فقیه هست این 45 سال جنگی که تحمیل کرده به مردم ایران ادامه خواهد داشت، کنار گذاشته نخواهد شد.